این کاخ رو نگاه کنید کاخیه که محمد علی شاه قاجار بعد از تبعید به روسیه در اونجا زندگی میکرد کاخیه در بندر اودسا که امروز در اوکراین قرار داره کاخی به سبک گوتیک که بنای اون به قرن 19 هم برمیگرده امروز میخواییم در مورد زندگی محمد علی شاه بعد از تبعید از ایران صحبت کنیم بعد از انقلاب مشروطه و فتح تهران توسط مشروطه خواهان در 22 تیر 1288 برابر با 1908 میلادی مجلس شورای ملی رأی به تبعید محمد علی شاه قاجار از ایران میده و احمد میرزا پسر نوجوانش رو به سلطنت منصوب میکنه احمد شاه بعدی محمد علی شاه ابتدا مقاومت میکرد اما با همه دست و پایی که میزنه مجبور به ترک ایران میشه دولت ایران هم براش مقرری تعیین میکنه که با اون همین کاخ اودسا رو اجاره میکنه با تصمیم تزار روسیه نیکولای دوم به شاه ایران هم لقبهای سلطنتی داده میشه در روسیه باید او رو شاه یا والا حضرت خطاب میکردن در این کاخ پیش از محمد علی شاه چند مقام سلطنتی دیگه هم ساکن بودند در سال 1851 یک اشرافزاده لهستانی به نام زنون بلینا بروژوزفسکی و بعد از اون هم کس دیگه به نام کونت جوزف شونیک ساکن کاخ شدند و از سال 1910 تا 1920 محمد علی شاه در اون ساکن میشه گفتنیه که بعد از انقلاب اکتبر و قدرت گرفتن بلشویک ها این کاخ تبدیل به یکی از ساختمان های اداری و دولتی شهر اودسا میشه ساکن شدن شاه سابق ایران در اودسا موجب شهرت این کاخ میشه و شهرت خود شاه ایران در شهر اودسا هنوز هم اودسایی ها به این کاخ میگن کاخ شاه یا شاسکی پلس محمد علی شاه در اودسا زندگی بسیار فعالی داشته به صورت مستمر تئاتر میرفته از موزه ها دیدار میکرده و به نظر میرسه که شاه سابق ایران با اهالی اودسا و روسیه رابطه بهتری داشته تا با مردم خودش روزنامه های اودسا هم تمام فعالیت های اجتماعی محمد علی شاه رو پوشش میدادند مثلا در جایی یکی از روزنامه ها از بازدید محمد علی شاه از زندان اودسا نوشته که شاه سابق ایران به خبرنگار گفته که زندان های روسیه از قصرهای ایران زیباتره حتی از اینکه زندانیان روسیه به خرج دولت غذای روزانه دریافت میکنن متعجب میشه در یکی از روزنامه ها نوشته شده که شاه میگه در کشور او اقوام زندانی مسئول هزینه های زندانی و غذا دادن به او هستند به صورت پیوسته هم مهمانان عالی رتبه با شاه در قصرش در این قصر اودسا دیدار میکردند شهروندان کنجکا و اودسا هم در اطراف کاخ قدم میزدند تا باش ملاقات کنند بیش از همه زنان که برخی حتی میخواستند به حرم شاه بپیوندند به, به همین دلیل شایعاتی در حول خیانت شاه به همسرش ملک جهان پخش شده بود این تصویر ملک جهانه به سناد اسناد تاریخی در یکی از نامه های محمد علی شاه به گلادستون نخست وزیر انگلستان شاه سابق ایران به جدی یا شوخی گفته بود که 50 سال زندگی با یک همسر بهتر از یک سال زندگی با 50 همسره برخی تاریخ نگاران هم نوشتن که حرم محمد علی شاه در کاخ اودسا نبوده شاه ایران زیرا رفته و زنان عقدیش به دور از چشمان ملک جهان در روستایی به نام پرسیپ ساکن بودند. دختران محمد شاه هم زندگی فعالی در اودسا و روسیه داشتند. دخترش خدیجه خانوم به انستیتوی سلطنتی مخصوص آموزش خانواده های اشرافی وارد میشه. البته گویا این مؤسسه سلطنتی از پذیرش خدیج خانوم سر باز میزنه چرا که همه آموزش ها در اون مؤسسه بر اساس تعالیم مسیحی بودند و دختری مسلمان نمیتونسته به اون وارد بشه و همین دلیل با دخالت وزیر امور خارجه روسیه خدیجه خانوم به مؤسسه در سن پترزبورگ فرستاده میشه چون این آموزش هایی در مؤسسه اروپایی برای دختری مسلمان از خانواده سلطنتی در اون زمان بسیار غیر معمول بوده این همه ادامه داشت تا انقلاب اکتبر 1917 که به اودسا هم کشیده میشه البته تا دو سال بعد از انقلاب محمد علی شاه در روسیه باقی میمونه و برای حفاظت از خودش هم گروهی نظامی ترتیب میده در دسامبر 1917 حتی 20 نفر حمله رو به کاخ شاه ترتیب میبینند شاه هم هشدارهای لازم رو دریافت میکنه و به کمک پلیس و جلوی مهاجمان گرفته میشه با این همه در سال 1919 یا اوایل 1920 وقتی که ارتش سرخ به شهر اودسا وارد میشه شاه نگون برای بار دوم مجبور به مهاجرت میشه ابتدا به استانبول میره و از ترکیه به ایتالیا مهاجرت میکنه جایی که تا زمان مرگ خودش در سن 52 سالگی در سال 1924 در شهر ساحلی ساندرمو در نزدیکی مرز فرانسه زندگی می کرده به این ترتیب شاه ایران هم جنگ جهانی اول رو کاملا درک کرده بوده و هم دورا دور شاهده به قدر رسیدن رزاخانه میر پنج رزاشای بعدی بوده این بود ویدئوی کوتاه ما دوستان نقد کنید نظر بدید کامنت بذارید و لایک کنید این لایک های شما و مخصوصا شعر این ویدیو در شبکه های اجتماعی در بیشتر دیده شدن ویدیوهای من بسیار کمک میکنه زیاد ارزی نیست تا ویدیو بعدی در پناه خرد مواظب خودتون باشید